بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم‌ها، آقایان و بینندگان محترم. با استعانت از خداوند متعال آغاز میکنیم روز دوم مسابقات فینال مردان آهنین رو که از دیروز برای شما پخش کردیم فینال رو، و امروز هم با اسباب و آیتم‌های دیگری در خدمتتون هستیم و انشالله امروز قوی ترین مرد ایران رو در مسابقات مردان آهنین به شما معرفی خواهیم کرد. آقای خودنگاه، داور خوب و بین‌المللی و زحمتکش این دور از مسابقات هم خدمتشون هستیم. با شما یه سلام علیکی میکنم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. امیدوارم تا به این روز از برنامه ما خوششون آمده باشه و لذت برده باشن و همراه ما بوده باشن در این تعطیلات نوروزی. واقعا دو نفر خیلی زحمت کشیدن. جناب آقای علی داداشی و جناب آقای علی یاوری که با تشویق تماشاگران اینجا در خدمتشون هستیم. آقای علی داداشی خودشون قهرمان پاور لیفتینگ آسیا بودن، اینجا هم مسابقاتی رو شرکت کردن، منم یه دوره اجرا کردم براشون مسابقه یکی دو دوره و ایشون بازنشست شدن، من نه. آقا بازنشستمون کردن. خیلی خوش آمدید. مرسی، ممنون. من هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و این سال نو رو تبریک میگم. امیدوارم که سالی توام با خوشی و سلامتی به همراه خانواده داشته باشن. خیلی متشکر. خواهش میکنم. جناب آقای علی یاوری عزیز هم اینجا هستن، خیلی زحمت میکشن، مرد آرام با چهره بسیار صبور و یکی از کسانی که خیلی به ما کمک کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت بینندگان عزیز، امیدوارم که سال خوب و پربرکتی داشته باشن. خیلی زحمت میکشید. خیلی متشکریم. آماده کردن ورزشکارا سخت‌تر بود یا مسابقه دادن تو خود قوی‌ترین مردان؟ آماده کردن ورزشکارا خیلی سخت، خیلی سخت. چرا؟ خب هر کسی یه اخلاق و رفتاری، یه سلیقه‌ای داره. بله، سخته. کدومشون رو سخت‌تر از همه آماده می‌کردی؟ اسمتون رو بگی. حامد امیری. حامد امیری. حامد امیری رو میگه از همه سخت‌تر. حالا میاد اینجا دیگه، اینجا من می‌بینمش که ببینم چرا قدر اذیت کرد علی آقای رو. ولی پسر خیلی خوبیه حامد امیری. بله. همین بچه خوبه. متشکرم و سپاسگزار علی داداشی و علی یاوری هستیم با تشویق تماشاگران محترمی که اینجا هستن. بدرقه‌شون می‌کنیم تا مسابقه رو شروع کنیم. بینندگان عزیز، همه آشنایی دارم این پلکان قدرت حساس میشه. سه وزنه داریم، 220، 240، 260. بله. دوستان ورزشکارمون بعد این 220 کیلو رو به بالا ببرن و هیچ امتیازی نداره. این دستگرمی هستی. بله، 220 رو باید به بالا ببرن. بعد میتونن 240 شروع کنن که اونور هستش. درست. بیارن بالا. اگر یه پله هم بذارم امتیاز خودشون کسب میکنن.
درست. پس از 240 شروع میشه با یک پله. بله بله. و این تو تایم هم داره 75 ثانیه تایم داره. 260 هم باید ببرن. بله تو. بعد اگر وزنه وسط راه بیفته دوباره باید بیام ببرم بذارم بالا ولی هیچ امتیازی کسب نمیکنه. یعنی حتی اگر اون بالای بالا بله اون بالا هم باشه آخرین پله هم باشه برگرده پایین بعد دوباره حملش کنم ببرم بالا. با این توضیحات تا لحظات دیگر کار مهدی نوروزی رو خواهیم دید با تشویق تماشاگران. مهدی نوروزی شرکت کننده ما هست در این بخش. 75 ثانیه از الان شروع میشه برای مهدی نوروزی با 3 امتیاز در رده 8 جدول. خب حالا میره روی وزنه 240 کیلوگرم. سال گذشته در این مسابقات رکورددار روح الله داداشی بود با 35 ثانیه و 34 صدم ثانیه که به طور کامل برد و شما در آیتم قبلی دیدید که مقدار از نایه بازو آسیب دید اما انشالله که اتفاق خاصی نیفتاد. 240 هم خیلی راحت بالای 35 ثانیه گذشته و حالا 260 رو امتحان میکنه. خیلی سنگین هست ولی با دستای فوق‌العاده با غیرت کار انجام میده. 260 60 ثانیه 15 ثانیه فرصت داره مهدی نوروزی. بسیار عالی، آفرین به مهدی نوروزی. با این وزن خیلی عالی بود، خیلی خوب بود، فوق‌العاده بود. تمرین داشتی این آیتم؟ اصلا نه خیر، اصلا آقا اون آیتم های قبلی رو یه خراب کردیم اینجا و تلافی میکردیم. درست. حالا وقت میبینیم چه تایمی رو به دست آوردی ولی به حال تایم که سه تا وزنه رو برد بالا واقعا جای تبریک داره. ببینیم چه رکوردی رو به دست میاره آقای نوروزی. 72 ثانیه و 2 صدم ثانیه. 72 صدم 2 ثانیه و 2 صدم ثانیه. بله بسیار عالی، بسیار عالی. ببینیم دیگر مرد آهنین ما که محمد محمدی است داره آماده میشه. محمد محمدی امتیازات لازم رو در دو بخش گذشته متاسفانه نتونست بگیره و الان با 12 امتیاز 2 امتیاز رو کسب کرد در مرحله قبل و الان مکان به هر حال مشترکی رو داره با حامد امیری که 12 امتیازی هم هست. برده سال گذشته 54-78 رکوردش بوده و این امسال باید ببینیم که چه کار کرده. بسیار عالی. سی ثانیه گذشت. ببینیم رکورد پارسالش رو بهتر میکنه محمد محمدی. خیلی گفتم رکورد سال گذشته دست رولای داداشی و 35 ثانیه و 34 صدم ثانیه بوده. پلای آخر واقعا سخت است با این وزنه 260 کیلوگرم. بسیار عالی. آقای محمدی رکورد خوبی رو به جا گذاشتن. بله 49 ثانیه و 96 صدم ثانیه. بله بسیار عالی، 49 ثانیه و 96 صدم ثانیه. حمید قرایی با 9 امتیاز در بخش گذشته 3 امتیاز رو گرفته. سال گذشته هم در 75 ثانیه وزنه 260 رو پله پنجم گذاشته. یادتون باشه 75 ثانیه براش از الان آغاز شد. از همون ابتدا در دور مقدماتی که چمدان افتاد روی پاش شکست استخوان کف پاش و با عکسایی که گرفتن مشخص شد که نمیتونه ادامه بده اما به درخواست خودش با موافقت آقای دکتر سلطانی و کادر فنی ایزه پیدا کرد که در مسابقات شرکت میکنه.
چه رپورتی رو باید ثبت کنید؟ ایشون پلکان وزنه 240 و دو تا پله. بله. به بالا بود. دو پله. تایمشون مشخص. بله تایمشون مشخص می‌کنیم از پشت صحنه. بسیار خوب. خیلی متشکرم. حالا در قسمت بعدی تایمی که حمید قرایی روی پله دوم گذاشته 240 کیلوگرم رو اعلام می‌کنیم خدمت شما. سراغ مرد آهنین دیگه بریم که ببینیم چه کار میکنه در بخش بعدی. رولای داداشی رکورددار سال گذشته ما با 35 ثانیه و 34 صدم ثانیه و این قسمت 4 امتیاز رو گرفت در دور گذشته و 19 امتیازی است در مجموع. 220 راحت جابجا میکنه یه رکورد خوب رو، اگه به دست بیاره عقب مونده یه آیتم گذشته رو جبران میکنه. کارش سخت و فوق العاده هست. سال گذشته تمام رقبا رو در این بخش گرفت با شگفتی تمام. ثانیه ها به سرعت برای لاداشی داره میگذره، هرچند بازی که یه مقداری توی آیتم قبلی آسیب دید اما اینجا موفق میشه به طور کامل بگیره. فوق‌العاده بود، خیلی رکورد خوبی بود واقعا. باید ببینیم رکورد تحسین داره ایشون. 36 ثانیه و 65 صدم ثانیه. 36 ثانیه و 65 صدم ثانیه مثل سال گذشته رکورددار باید باشه دیگه. یا نه بچه هم آمادن این باید دید چی میشن. آیتم زدنی زودتر از بچه ها چه بدی داره؟ حالا با ترجمه اینکه ما بر اساس آیتم قبلی حساب میکنیم، یعنی شما چهار امتیاز گرفتی باید مثلا نفر چهارم بیاد، درسته؟ شاید که خب آخرین نفره رکورد رو میدونه چقدر بیشتر تلاش میکنه تو رکورد بچه ها رو بزنه، بهتر بزنه، پس یه مزیت هست براش. بله بسیار عالی، دست بهتره. حالا بی اسی زدیم فعلا. آقای دکتر زحمت کشیدم. بله به هر حال تشکر میکنم از شما. یه تشکر ویژه میکنم از دکتر سلطانی که واقعا برای بچه ها زحمت زیادی میشه. حامد امیری 5 امتیاز رو در دور گذشته گرفت و الان 12 امتیازی هست. ببینیم که چه رکوردی رو به دست میاره. محمد امیری روی وزن 220 مشکل پیدا کرد. محمد امیری وزن 240 از الان براش امتیاز محسوب میشه. یه مقدار سخت هست. آقای امیری 220 کیلو رو که به اتمام رسوندن. بله 240 رو. 240 رو سه پله. سه پله در 240. حامد چرا گفتیم الان مثل فلفله میبری بالا؟ دستم خراب شده. دستم خراب شده. شاید رویت علیاوری خراب کرده. آقا خودش خورخور میکنه. نمیذاره بخوابیم. آه با شما هم اتاق خراب. آره. چی میکشه شما بس ها؟ ولی میگه خیلی شما سخت بیدار میشی از خواب. تا ساعت 3 به خورخورایی گوش میدیم دیگه. ساعت 3 میخوابیم دیگه ساعت 9 پا میشه. آماده هستید آقای باجلان؟ آقای باجلان 6 امتیاز رو گرفتن، 17 امتیاز هم الان دارن. وزن 220 رو که راحت بود بالا. مشخصه که با چون ارتفاعی که میگیره نسبت به لبه پله مشخصه که ارتفاع مناسبی هست. وزن 240 رو هم به همین شکل. حالا وزنه 260 باقی مونده.
35 ثانیه گذشته. مطمئنن اگر کامل بره این حرکت رو خب خیلی میتونه بهش کمک بکنه. پله آخر ولی ارتفاع باز هم مناسب هست، فکر میکنم که بله بتونه این حرکت رو انجام بده. میدونم خسته هستی ولی اگه بتونی یه دقیقه تحمل بکنی ببینیم. آقای باجلان 59 ثانیه و 47 صدو بسید. بله 59 و 47 مداد خیلی خوب هستم، ماشاءالله خیلی آماده هست. خدا شکر. بله بله آقایم سخت بود؟ بله. حالا تمرین داشتیم این پلنگ؟ نه خیلی بله. اصلا؟ نه داشتیم تو دستگار نداریم. دستگار نداریم. علی اسماعیلی شرکت کننده ما 7 امتیاز رو در دور گذشته به دست آورده، الان 20 امتیازی هست در مجموع و سال گذشته هم در 75 ثانیه پله پنجم رو همین وزنه 260 رو موفق شد ببره، ثانیه ها براش کم آمد. حالا باید ببینیم امسال چه کار خواهد کرد، به طور کامل این قسمت رو انجام خواهد داد یا خیر. وزنه 220 رو به راحتی بالا میبره، حالا میره برای وزنه 240 تلاش بکنه. وزنه 240 رو هم خوب آمد، اگر میخواد امتیاز زیادی رو به دست بیاره باید زیر 36 ثانیه باشه، چون رولا داداشی با یه امتیاز کمتر نسبت به علی اسماعیلی دارن تلاش بکنن. خیلی تلاشون نه، باز هم همون اشتباه سال گذشته، 40 ثانیه گذشت. رقابت خیلی سنگین هست. آقای اسماعیلی 57 ثانیه و 59 صدم ثانیه. 57 و 59. من برم بالا به جای که علی بیاد پایین. یه بزنم اینی که دیگه تونستم زورم هایی. سال گذشته همین پله پنجم گیر کردی ها؟ همسا با تمرین داشتم. تمرین داشتی؟ خاطب تو آسیب دید ها؟ اب نداره. دیگه مسابقه هست. دیگه آسیب دیگه مثل جزی از این مسابقه. آره دیگه عادی شده دیگه. مسلم دارابی هم تا قبل از این آیتم 8 امتیاز رو قبل این آیتم گرفته بود، در قبل تا قبل از این آیتم هم 18 امتیاز داشت. ببینیم در این قسمت چه کار خواهد کرد. رتبه سوم رو تا قبل از پلکان قدرت کسب کرده بود. قدرت 220 کیلو رو پلکان میگذره. از ارتفاع وزنه مشخص است که قدرت زیادی رو برای وزنه 220 به کار میبره، برای 240 هم به همین شکل. پله ششم رو هم موفق بود. چند ثانیه گذشته خود نگاه؟ 30 ثانیه گذشته. اگر موفق بشه یه دونه دیگه باقی مونده. پنجاه ثانیه و یک صدم ثانیه. بله پنجاه ثانیه و یک صدم ثانیه برای مسلم دارابی. افسوسش کجاست مسلم؟ خدا رو شکر کردم. خدا رو شکر کردم. خدا رو شکر کردم. فکر میکردی رکورد بهتری باشه؟ اصلا فکر نمیکردم برم. اینو جدی میگی؟ بله خدا کمکم کرد. بعد از دوستان بود. بعد از این موفقیت میکنیم. مسلم دارابی هم از جمله ورزشکاران خوب ماست که رقابت سختی در صدر جدول داره.
مردان آهنین بخش نهایی و یه قسمت دیگه هیجان انگیز که مطمئن هستم از دیدنش لذت خواهید برد. اما قبل از اینکه این قسمت رو شروع بکنیم، امتیازات رو من خدمتتون یه بار سری بگم. روح الله داداشی با 8 امتیازی که به دست آورد 27 امتیازی شد، در صدر هست. علی اسماعیلی 5 امتیاز به دست آورد، 25 امتیاز رو داره، نفر دوم هست. مسلم دارابی 6 امتیاز رو به دست آورد، 24 امتیازی هست. محمد مهداد باجلان 4 امتیاز رو به دست آورد، 21 امتیازی هست. محمد محمدی 7 امتیاز رو به دست آورد، 19 امتیازی هست. و خدمتتون عرض می‌کنم حامد امیری با 2 امتیاز که به دست آورد 14 امتیاز، حمید قرایی 1 امتیاز گرفت 10 امتیازی شد در مجموع، و مهدی نوروزی با 3 امتیازی که به دست آورد کلاً 6 امتیاز رو تا این مرحله دارن. رقابت‌ها بسیار حساس است. اولین شرکت کننده ما هم حمید قرایی هست که پاش آسیب دیده، ولی قبل از اینکه کار حمید رو ببینیم آقای خودنگاه توضیح میدن راجع به این قسمت. خدمت بینندگان عزیز عرض کنم، آیتم کشیدن اتوبوس 14 تنی هست. وزن این اتوبوس 14 تنه، مقدارش 20 متره. دوستان ورزشکارم 60 ثانیه و هر 60 ثانیه وقت دارن مترشون رو ببرن. در عرض این 60 ثانیه میتونن هر مترش هم طی کنن. ما یعنی اگه مثلا 60 ثانیه رفتن 7 متر هفت متر براشون میزنن، یعنی اگر رفتن اونجا ما ثانیه رو ثانیهشون میگیرن، یعنی همه متراش هست. این تناب به چه منظور؟ این تناب به عنوان اینکه از این کمک بگیرن خودشونو به جلو بکشن. توضیح دیگه هست که من در خدمت شما هستیم. حمید قرایی با پای آسیب دیده، ببینیم چه کار خواهد کرد. 60 ثانیه از الان برای حمید قرایی شروع میشه. فشار زیادی رو پاش بیاره باری کلابه. حمید قرایی بیا اینجا تایم تام اعلام بکنه. این تایم که دیگه نداشت، ولی نه تایم نداشت. خب آقای قرایی 7 متر و 60 سانتی متر. 7 و 60 برای حمید قرایی که تبریک میگم بهت. به هر حال خیلی زحمت کشیدی. آیتم بعدی رو میای یا نمیای؟ تو آیتم بعدی دیدین آقا دیگه بعد بینندگان محترم بعد یه منو ببخش. من تا الان شما دادم فقط به حرمت بینندگان بوده. در منطقه ویژه ارگ جدید هستیم و با مسابقات مردان آهنین در بخش نهایی کشیدن اتوبوس هست. این اتوبوس 14 تن هست، 20 متر در 60 ثانیه ورزشکاران ما باید این رو بکشن. 60 ثانیه برای حامد امیری شروع شد. تشویقش بکنید. بله بسیار عالی. 14 تن اتوبوس است. 30 ثانیه گذشت. برو 바리카라 با احمد امیری. تشویق نداره احمد امیری. خب حالا تا باز میکنه رکورد شما اعلام بکنید. رکورد خوبی بوده آقای امیری، 39 ثانیه و 52 صدم ثانیه. بله 39 و 52 برای حامد امیری. مهدی نوروزی 6 امتیازی هست، داره آماده میشه برای این قسمت. ببینیم چه رکوردی رو به دست میاره. بسیار عالی. اگر تشویقش بکنید مطمئناً بهترم خواهد شد. بسیار عالی، تلاشش قابل تقدیر هست.
ببینیم چند ثانیه گذشت. 30 ثانیه گذشت. های جاودانی اتوبوس این بچه‌ها رو هم جا به جا می‌کرد. حالا بچه‌ها این اتوبوس رو جا به جا می‌کنن. خیلی جالبه. متراژ دیگه باقی نمونده. بسیار عالی. اینقدر فشار زیاد بود کتونیش پاره شد. حالا ببینیم که چه رکوردی رو به دست آورده. آقای نوروزی خیلی خوب حرکت انجام دادن. بله. چند متروش؟ 8 متر و 60 سانتی متر. 18 متر ها؟ بله معذرت میخوام 18 متر. 18 متر و 60 برای مهدی نوروزی. بیا اینجا مهدی ببین. سخت بود ها؟ اینجا وایسا. پشت به دور میگیرم که رو بگیرم. ما یه وزن سبایی خوره سخت. حالا چه احساسی داشتی اتوبوسی که هر روز شما رو میبرد؟ حالا شما هایی داری اتوبوسی میبری؟ چی بگم؟ اومد خوشحال باشه دیگه. مرتاد باجلان 4 امتیاز گرفته در آیتم قبل 21 امتیازی است. بسیار خوب. 14 تن اتومبیل هست. تلاش مضاعف مهرداد باجلان برای کسب امتیازات بیشتر برای کسب مقام چهارم پنجمی با محمد محمدی یک رقابت نزدیک بود تا این قسمت دارن. حالا قسمت های دیگه معلوم نیست. بسیار عالی. یکم برگردید عقب، یکم برگردید عقب. خب همینجا خوبه. بسیار عالی. ببینیم که چه رتبه رو آقای باجلان رکورد خوبی رو به جا گذاشتن. بله. 37 ثانیه و 2 ثانیه. بله 37 و 2 ثانیه برای مهرداد باجلان. بسیار خوب بود مهرداد. خیلی عالی بود. تو رو تمرین نداشتم خدا شما. واقعا؟ علی اسماعیلی 5 امتیاز به دست آورد. 25 امتیازی شد و باید ببینیم که چه رکوردی رو به دست میاره. 60 ثانیه شروع شد برای علی اسماعیلی. خیلی مشکل هست کار علی اسماعیلی. اگه میخواد رکورد خوبی رو به دست بیاره باید سریعتر اقدام بکنه به کشیدن اتوبوس. ابتداش خیلی مشکل است ولی وقتی که دور میگیرن ورزشکاران ما خیلی خوبه. فوق‌العاده داره کار میکنه علی اسماعیلی. 28 ثانیه گذشت. بسیار عالی. بسیار عالی. خب چقدر شد؟ خب رکورد خوبی رو به جا گذاشتن. 33 ثانیه و 85 ثانیه ثانیه. بله 33 و 85 برای علی اسماعیلی. علی گفت همه آیتم های فینال مال شما. علی سخته ها رقابت؟ سخته من ایشان دارم این مطرسی کنم. یه آیتم دیگه باقی مونده. 2 امتیاز عقب بودی از رولا. یعنی تا قبل از این ببینیم رولا چیکار می‌کنه. هر چی خودم خودم میشه. مسلم دارابی 24 امتیازی که مرحله قبل 6 امتیاز به دست آورد الان سوم جدول هست. نه یا آقای مسلم دارابی کار خودش رو خیلی خوب آغاز کرد. رکورد خیلی خوبی رو تا اینجا داره. 14 ثانیه گذشته. چهارده تن هست ماشین. بله رکوردش باید رکورد خوبی باشه. خب
آقای داراوی رکورد خوبی رو به جا گذاشتن. بله. 32 ثانیه و 69 صدم ثانیه. بله 32 و 69 برای مسلم داراوی که خیلی رقابت سخت شده مسلم. بله سنگین آیت ما. واقعا امسال سنگین بچه هم خیلی همین سنگین سنگی نیست خیلی آسیب دیدم. سوار اتوبوس خیلی راحت تر بود یا کشیدنش؟ جا کردنش خیلی راحت. برای دارت به موفقیت بکنم. زنده باشه. ببینیم دو مرد آهنی دیگه باقی موندن، امتیازات بعدش خیلی حساس خواهد بود. در خدمتون هست. محمد محمدی 7 امتیاز گرفت، 19 امتیازی شد. بعد تو این دو آیتم جبران بکنه اگر میخواد امتیازات لازم رو کسب بکنه. شروع میکنه محمد محمدی. هیچ ثانیه گذشت. 21 ثانیه گذشت. فوق‌العاده داره کار میکنه محمد محمدی. اگه بتونم به همین روند ادامه بده رکورد خیلی خوبی رو خواهد زد. ببینیم که چه رکوردی رو به دست آورد محمد محمدی. رکورد فوق‌العاده رو باید به دست آورده باشه محمد محمدی، درسته؟ خیلی تلاش محمد محمدی و به هر حال بالانشینان جدول خیلی زیاد هست. امتیازات طوری هستش که در این دو آیتمی که باقی مونده خب خیلی ها میتونن جا به جا بشن در صدر و پایین جدول. ببینیم چه رکوردی رو به دست آورد آقای محمد محمدی. 31 ثانیه و 75 صدم ثانیه. بله 31 ثانیه و 75 صدم ثانیه. تشویق بکنید محمد محمدی. آقای محمدی من از من پرسید تو من چه گفتم 35 ثانیه. سخت بود، مشکل و استرس هم به حال هست، درسته؟ حالا قانون چون امتیازاتی که فکر میکنم آیتم های گذشته از دست دادی خیلی به ضرر تموم شد. میبینید دیگه پوست دستم خیلی بد کنده، خراب شدن دو تا آیتم. حالا انشالله که بتونم جبرانشون کنم. انشالله توی آب چی کار میکنیم؟ خوبه مونم. خوبه رولای داداشی با 27 امتیاز صدرنشین هست، 8 امتیاز هم گرفته. رکوردش خیلی میتونه صدر جدول یا جا به جا بکنه یا موقعیت خودش رو مستحکم بکنه. فشار زیادی رو تحمل میکنه رولای داداشی، صدرنشین هست. فوق‌العاده از کارش رولاد داداشی. خب آقای رولاد داداشی 35 ثانیه و 44 صدم ثانیه. بله 35 و 44 که با این رکورد صدر جدول یه مقداری حساس‌تر خواهد بود برای بخش آخر. رسیدیم به بخش پایانی و هیجان انگیز مسابقات مردان آهنین. در این بخش قوی ترین مرد این مسابقات رو به شما معرفی میکنیم تا لحظات دیگر. من فقط سریع بگم که رولای داداشی در این قسمت 5 امتیاز گرفت، 32 امتیاز در سطر است. علی اسماعیلی با 6 امتیاز و مسلم داراوی با 7 امتیاز 31 امتیاز رو در مجموع کسب کردن، مشترکاً دوم هستن. محمد محمدی با 8 امتیازی که گرفت 27 امتیازی شد، در مکان چهارم هست و بعد از اون هم به این شکل هست که مهداد باجلان با 4 امتیاز 25 امتیازی شد، 4 امتیازی که گرفت. مهدی نوروزی با 2 امتیاز که به دست آورد 8 امتیاز رو الان داره و حمید قرایی هم با 1 امتیاز که به دست آورد 11 امتیازی شد و در جدول رده‌بندی
به این شکل هست که حمید قلعه الان هفتم هست و مهدی نوروزی هشتم. حمید قلعه شرکت نمی‌کنه به دلیل مصونیت و شکستگی پا. حالا ببینیم که مهدی نوروزی تنها چیکار خواهد کرد. این قسمت های خودنگاه توضیح میدن. سریع ببینیم که چه رکوردهایی به دست میاد تا با توجه به نزدیکی امتیازات قوی ترین مرد ایران رو در این مسابقات خدمت شما معرفی بکنیم. آقای خودنگاه بفرمایید. خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که آیتمی که ما در نظر گرفتیم حمل بشکه در آب هست. ما دو بشکه 110 کیلویی داریم. دوستانمون بعد این بشکه رو بردارن و از اون شیی که اونجا گذاشتیم دور بزنن. برگردن بزنن اینجا دومی رو بردارن، دوباره ببرن دور بزنن تا تایمشون گرفته بشه. 75 ثانیه هم وقت. 75 ثانیه وقت هست. مهدی نوروزی و ترجمه این که حمید قرایی هم نمیاد تنها این کار انجام میده این قسمت رو. 75 ثانیه برای مهدی نوروزی شروع شد. 110 کیلوگرم هست هر کدام از این بشکه ها. خیلی خوب داره حمل میکنه. بله تشویقش بکنید. 75 ثانیه کم نیست آقا. خیلی نه دیگه ما تایم گرفتیم آقا. درسته. یعنی تست شده. قبلا تست شده. بله. البته سال گذشته این بخش رو در آب‌های خلیج همیشه فارس برگزار کردیم و دریای عمان اگر یادتون باشه و در اونجا حسن عبادی رکورددار بود و دوستان ما دو سال پیش هم در همین قسمت این برنامه رو اجرا کردن در دریاچه بسیار زیبایی که در ارگ جدید هست، منطقه ویژه اقتصادی که میزبان این دور از مسابقات هست. 50 ثانیه گذشته. اگر یکی هم نیارن امتیاز نمیگیرن. نه هیچ امتیازی کسی نمیکنه. خب آقای نوروزی نمیرین دیگه، خسته نباشید. خب آقای نوروزی متاسفانه هیچ امتیازی رو کسب نمی‌کنه. بله خب کار مهدی نوروزی همینجا هم تمام میشه با 8 امتیازی که داره. باید سایر دوستان رو ببینیم که چه امتیازاتی رو به دست میارن. تا لحظات دیگر دو ورزشکار دیگه ما به میدان مسابقه خواهند رفت که پر از آب است. با ما همراه باشید. حامد امیری، مهداد واجلان رقابت سنگینی رو با هم خواهند داشت. رقابت شروع میشه برای حامد امیری و مهداد واجلان. مهداد سریع. باری کلا به حامد امیری و مهداد باجلان. چهل و پنج ثانیه گذشت حامد. 45 ثانیه برو. نمیدین شما؟ بسیار عالی. نتونستم؟ نه دیگه متأسفانه هیچ امتیازی نمیگیرم. هیچ امتیازی بهشون تعلق نمیگیره تا ثانیهای بعد بریم سراغ دیگر مرد آهنی تا اینا آب بازیشون تموم بشه. البته رقابت بسیار بسیار حساسی هست بین دو تیم، بین علی اسماعیلی و رولا داداشی. به هر حال باید ببینیم چی کار میکنند. رولا داداشی 32 امتیازی است و علی اسماعیلی 31 امتیاز. دو دست بالا. آماده ای؟ یه لحظه علی اسماعیلی کند اما نشد. علی اسماعیلی یه لحظه مشکل پیدا کرد. علی اسماعیلی سال گذشته با 42.91 و رولا داشی با 40.47 ثانیه کار خودشون رو انجام دادن. رولا کار خودش رو داره انجام میده بسیار خوب اما علی اسماعیلی یه مقدار عقب افتاد.
علی اسماعیلی اگر میخواد باید سریعتر انجام بده. 30 ثانیه گذشته. پنجاه ثانیه، پنجاه هم یک دقیقه گذشت، 15 ثانیه فرصت هست. بیا بیا خیلی رقابت سختی بود که رولا داداشی موفق شد به پایان ببره. علی اسماعیلی هم که خب من تایم آقای داداشی رو بگم. بله 14 ثانیه و 88 صدم. معذرت میخوام 74 ثانیه و 88 صدم ثانیه. بله 74 88 کمتر از 2 ثانیه باقی مونده. بله. بود تا متاسفانه آقای اسماعیلی هیچ امتیازی کسب نمی‌کنه. آقای اسماعیلی هم هیچ امتیازی رو کسب نمی‌کنن. ببینیم سایر دوستان، یعنی دو نفر دیگه از مردان آهنین باقی موندن که بعد از این قسمت به شما قوی ترین مرد ایران رو معرفی می‌کنم. خب این قسمت هم خیلی حساس است. رقابت ها نزدیک. مسلم دارابی 31 امتیازی و محمد محمدی 27 امتیازی. دو دستتون رو بالا بگیرین. دوتاش دوتاش بالا، دوتاش بالا. من ببینم بالا. نه روی بشکه، روی بشکه. آها آماده باشی؟ مسلم دارابی رکورد فوق‌العاده خواهد داشت اگر بره زیر 74 ثانیه. اون وقت اصلا قضیه فرق خواهد کرد. حالا این قسمت رو انجام بدن. ما تا لحظات دیگر با مراسم اختتامیه در خدمتتون هستیم و قوی ترین مرد ایران رو به شما معرفی میکنیم. بله حدود 33 ثانیه گذشته. محمد محمدی اگه میخواد امتیازات لازم رو بگیره. یک 58 59 یک دقیقه گذشت. ماشاءالله ماشاءالله. تمام تمام تمام. 75 ثانیه گذشته. بال من گذشته بود؟ بله. 3 ثانیه گذشته. خسته نماشه. من بهت میگم بنداز. ایزه بدید، ایزه بدید، ایزه بدید. بعد خب. بعد. مانا گذشته بود. 69 صدم ثانیه گذشته بود از وقت آقای مسلم دارابی. آفرین به بچه هایی که برحال خب آقا خیلی فشرده بود. حتی ما هم بله ما خود از هیجان ما هم گرفته بودیم مسابقه. بسیار عالی. چون از 75 ثانیه گذشته بله نه هیچ امتیازی نمیگیره فقط. اما خوب بود که بله. اینو انجام داد. تبریک میگیم به شما آقای دارابی. بسیار عالی بود. مسلم دارابی شاید 2 ثانیه با قهرمانی فاصله داشت. حالا در مراسم اختتامیه بله. امتیازات رو خدمت شما اعلام خواهیم بله. کرد. تا لحظات دیگر قوی ترین مرد ایران رو در نوروز 1388 از طریق برنامه مردان آهنین کاری از گروه ورزش شبکه 3 سیما خدمت شما معرفی خواهیم کرد. همراه ما باشید با مراسم اختتامیه این دور از مسابقات. خانم ها آقایان، هموطنان عزیز و ارجمند، گذر زمان رو با شما متوجه نشدیم اما در این چند برنامه که در نوروز 88 در خدمتون بودیم یکی دیگر از مسابقات قوی ترین مردان ایران در قالب مردان آهنین رو تقدیمتون کردیم. اما اجازه بدید قبل از شروع توزیع جوایز
من دعوت بکنم از دو عزیزی که خیلی به ما کمک کردند و به هر حال این مسابقات به نوعی مدیون زحمات این عزیزان هست. از جناب آقای ناصر پورعلی فرد، ریاست محترم فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران دعوت میکنم به صحنه تشریف بیارن، و همچنین جناب آقای مهندس حمید فهندج سعدی، ریاست محترم هیئت مدیره شرکت دشت مرغاب که همون یک و یک است. خواهش میکنم با تشویقتون همراهی بفرمایید. بفرمایید قربان. قربان شما. قربان شما. بفرمایید مهندس. خیلی خوشحالیم از حضور شما. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض تشکر دارم از شما عزیزان و انشالله که این برنامه هم به خوبی خوشی به پایان رسید و بتونیم در سالهای آینده هم در خدمت دوستان باشیم. خیلی متشکرم. چند کلامی هم در خدمت های مهندس فهندش سعدی باشیم که خیلی محبت کردن، یار و یاور ما بودن، در مورد شرکت صحبت بفرمایید و خدماتی که این شرکت از لحاظ غذایی برای کشورمون به ارمغان آورده. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه عزیزان، گروه صنعتی دشت مرغاب یک و یک در سال 1346 تأسیس شده و تا سال 1384 در ید دولتی و با مدیریت دولتی بانک ملی ایران کار رو پیش برده و در سال 1384 توسط بورس در مزایده بنده و شرکا موفق شدیم که این شرکت رو خریداری بکنیم و بعد از اونم که دیگه مشغول بودیم با 211 نوع کالا در سطح هم داخلی هم صادرات به کشورهای اروپایی، بله اروپایی و آمریکا، استرالیا، کانادا و خلیج فارس. خسته نباشید. میگم به شما و همکارانتون، انگیزتون از شرکت در این مسابقات چی بوده؟ اینکه بیاید اینجا یکی این که ما برندمون یه برند ملیه، البته مربوط به شخص و کسی نبوده و نیست و نخواهد بود، مربوط به خود مردم هست و لاغیر فقط مدیریتش چند سبایی با ما هست که بایستی به جوانها و نوجوانها این برند رو ما بیشتر معرفی بکنیم و در رابطه با مسائل جانبیه که ما همیشه در کلی ورزش ها تا اونجایی که در توانمون بوده همکاری کردیم، باشون همراهی کردیم. امسال خدا کمک کرد با لطف مدیران شبکه سه سیما که ما پیشنهاد داده بودیم موافقت کردن که ما اسپانسر باشیم و الحمدلله اومدیم و با زحمات حضرت علی و همکاران شما و آیون ورزشکار خوب و زحمتکش و الی آیون حتی افرادی که با ما در اینجا همکاری داشتن، خود ارگ جدید و هم آقای مهندس فاضل، آقای مهندس فهمی که مدیر اینجا هستن و همکاری های لازم هم به ما شده و من خیلی رضایت کامل دارم از همه چیز. سپاسگزارم از محبت شما. برای شما و همکارتون آرزوی موفقیت میکنم در راه خدمت به کشور عزیزمون ایران. خیلی متشکر. تشریف بفرمایید این دو عزیزمون رو. برنده مبلغ 1,200,000 تومان نفر هشتم این مسابقات جناب آقای مهدی نوروزی با 8 امتیاز. تشویقش بکنم. یک عدد سکه بهار آزادی هم تقدیمشون میشه همراه با 1,200,000 تومان وجه. اما یکی از سخت کوشان این دوره از مسابقات که با نهایت مصدومیت به مسابقات ادامه داد و خیلی جالبه تا فینال هم آمد و با 11 امتیاز رتبه هفتم رو کسب کرد، حمید قرایی. یکی از مردان با اخلاق و خوش اخلاق ما. تشویقش بکنید حمید رو، واقعا با پای شکسته و مصدوم. برنده 1,350,000 تومان همراه با 1 سکه بهار آزادی. همینجا ممنون، قربونت برم. اما یکی از جذابترین مردان آهنین که خیلی کمک کرد به جذابیت برنامه، نفر ششم برنده 1,700,000 تومان با 17 امتیاز و 1 سکه بهار آزادی، حامد امیری.
یک سکه به آزادی هم تعلق میگیره بهش با 1,700,000 کرون. تشویقش کنید. برنده 2,250,000 تومان و یک سکه به آزادی و یکی از مردان قوی این دوره که در سال گذشته در مرحله نیمه نهایی هست شد، ولی امسال واقعا آماده بود و خیلی خوبم رقابت ها رو پیش برد. با 25 امتیاز کسی نیست جز مهرداد باجلان. تشویق بکنید مهرداد رو. ما برسیم به ورزشکاری که همیشه در فینال هست، یکی از ورزشکاران تحصیل کرده و با اخلاق ما که واقعا هم خوب ظاهر میشه در مسابقات، تلاش خودش رو هم همیشه انجام میده و خیلی خوشحالیم که در خدمتش هستیم. نفر چهارم 2,650,000 تومان بهش تعلق میگیره با 27 امتیاز، جناب آقای محمد محمدی. یه سکه بهار آزادی هم بهش تعلق میگیره. تشکر میکنیم ازش، تشویقش بکنید. من اینجا جا داره از یکی از زحمتکشان این رشته تجدید و تشکر بکنم، دعوت هم بکنم بیا تو. هیکلش هم خیلی بزرگی، نمیبینمش. تشویقش بکنید، فرامرز خود نگاه. بینندگان عزیز توجه داشته باشن. فهمت جا خسته هاشی قربان شما. اینم به رسم یاد بود با آقای خودنگاه تقدیم میکنیم. این آیتم چی هست آقای خودنگاه؟ آیتم جایزه. آیتم جایزه رو تشویق بکنید همراه با آقای خودنگاه. خسته نباشید. امسال دو نفر رو به عنوان مرد اخلاق در نظر گرفتیم. جایزه مرد اخلاق 1,100,000، ولی خب این دو عزیز باید با هم تقسیمش کنن دیگه. یعنی نفری 550,000 تن، اونم فقط به رسم یاد بود تقدیمشون میشه. من دعوت میکنم از دو مرد اخلاق این دوره از مسابقات، جناب آقای حسن علیار و سیاوش برفان، که تشریف بیارن و جایزه خودشون رو دریافت کنن. تشریفشون بکنید. یه کاپ هم هست که باید یه روز تو خونه سیاوشینا باشه، یه روز تو خونه آقای علیا. تقسیم میکنیم اینجوری. یکشو میتونن بین هر دوتا با هم بگیریم. بفهم دوتاشون میگیرم با هم بگیریم. تشویقشون بکنیم. بسیار عالی. نه میگن یکی دیگه هم تهیه و تدارک دیده شده، نمیدونستن دو نفر با اخلاق هم تو این گروه، فقط دوتاشو بیارن. تهران بهشون میده. بسیار متشکر، در خدمتتون هستیم. اما قبل از اینکه نفر سوم رو هم معرفی بکنم، جا داره که اینجا دعوت بکنم از یکی از دوستانمون که فوق‌العاده زحمت کشید برای هرچه بهتر برگزار شدن این مسابقات، جناب آقای مهندس شهرام فهمی، ریاست محترم شهرک ارگ جدید. تشویقشون بفرمایید تا در خدمتشون باشید. آقای مهندس خیلی خوشحالم. خیلی متشکرم. خب نفر سوم مسابقات با جایزه 5,500,000 تومان و یک سکه بهار آزادی با 31 امتیاز، جناب آقای علی اسماعیلی. بله تشویق بفرمایید، محبت میکنید. صحبت میکنیم باش.
عجان احساس تو بگو ببینم چی هست، چرا همیشه سوم، دوم، پس رفت، هفتم، ششم، کی قهرمان میشه علی اسماعیلی؟ حالا دیگه امسال آقای رضا بدسامی ماشاءالله خیلی خوب بودن، سطح مسابقات بینندگان عزیز دیدن چقدر نزدیک بود، یعنی تا مثل فوتبال تا دقیقه 90 تا وقت اضافه شد معلوم نبود. حالا قسمت اینجا بدسام آقای داداشی که مثل برادرم برای من، آقای دارابی هم مثل برادرم، با هم دیگه ما واقعیتش رو بخواید توی باشگاه اصلا تمرین میکنیم همیشه با هم. چون فرقی هم نمیکنه، میدونن تکنیکاشو چجوریه، فرقی اصلا نمیکنه. به نظر من فکر میکنم این مسابقه جذاب‌ترین مسابقه شاید ورزشی باشه. چند سال اخیر بود واقعا، چون تا لحظه آخر و آیتم آخر مشخص نبود چه کسی قهرمان است. به هر حال برات آرزوی موفقیت میکنیم، شما بایستید که ما در خدمتتون باشیم با سایر دوستان. علی اسماعیلی هم 31 امتیازی بود، اما این ورزشکارمون هم 31 امتیازی بود. به دلیل پوان‌شکنی پدیده این دور از مسابقات به مقام دوم رسید، مبلغ 8,500,000 تومان و یک عدد سکه بهار آزادی تقدیمشون میکنیم با تشویق حضار محترمی که اینجا هستن، جناب آقای مسلم دارابی. آقای دارابی واقعا یکی از پدیده های این دوره از مسابقات بود، خیلی خوب درخشید با آمادگی و واقعا با یک ثانیه، شاید اختلافش در آیتم آخر یک ثانیه بود تا قهرمان این دوره از مسابقات بشه. علی جان اگر اون طرف مسلم بیستی من باشه صحبتی هم بکنم، شما بگو. از سال دوم حضورت ها؟ سال دومه، پارسال تو نیمه نهایی اومدیم، امسال هم که در خدمت شما بودیم نفر دوم آخر نفر سال آینده میخواد چیکار کنی؟ ایشالله سال دیگه دیالا اون تا سال دیگه سال. قسمت باشه که باشیم یا نباشیم اونش دیگه دست خودمون داری. نیست. صحبتی داری؟ همینجا جا داره اینو تقدیم کنم تمام هموطنان عزیزم، مخصوصا همزبونای کردم، بعد ایشالله که قابل بدونن اینو. برات آرزوی موفقیت میکنیم، خیلی خوب بود، خیلی تلاش شایسته‌ای داشتی، برات آرزوی موفقیت میکنیم. جا داره در آخرم از خانواده‌ام، از دوستام که واقعا مشوق و مشوقم بود، مخصوصا داداشام که واقعا داداشم، پدرم، مادرم، همه اینا تشکر کنم. اگه اینا رو نمیگفتی خونه راش نمیداد. به خاطر این احساسش تشویق درستش بکنید که آرزوی سلامتی میکنیم براش. اما قوی ترین مرد ایران، مرد آهنین نفر اول در دوره مسابقات 1388 و در محل زیبا در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید که شاید سالها منتظر این لحظه بود و به حقش هم به نوعی رسید. سالهای سال از شهرک سینمایی او رو میشناسیم، پدیده اون دوره از مسابقات بود، به تناوب در مسابقات شرکت کرد و امسال واقعا به حق خودش رسید. برنده 13,200,000 تومان همراه با یک سکه بهار آزادی و 40 امتیازی که به دست آورد. با تشویق جانانه هزار معرفی میکنم مرد آهنین و قوی ترین مرد ایران، روح الله داداشی. خیلی زحمت کشید روح الله داداشی برای این رتبه، چندین و چند سال مسابقات سختی رو پشت سر گذاشت و به هر حال با استحقاق که داشت رسید. تشویق بفرمایید. بله خیلی متشکرم. اما یه صحبتی هم بکنیم با قوی ترین مرد ایران، احساس رو بدونیم بعد از سالهای سال رقابت‌های جانانه که داشت. عرض خسته نباشید به شما و کلی دستاندرکاران این مجموعه. خیلی خوشحالم، خوب خیلی زحمت کشیدن برای مسابقه، بعد با اینکه آسیب دیدم ولی خب باز خدا رو شاکرم که تونستم، نمیتونم بگم به حقم ولی خب باز اون حقی که باید میرسم رسیدم. بعد فرقی هم نمی کنه، آقای دارابی و آقای اسماعیلی مثل برادر خودم میمونن، چه ایشون هم باشه چه ایشون، فرق نمی کنه. از اون دوستی که میمونه تا قهرمانی زود فراموش میشه. بعد جا داره از آقای پورعلی فرد، رئیس فدراسیون و
حاج آقا افضلی نایب رئیس فدراسیون تشکر و قدردانی کنم که واقعا زحمت میکشن برای ما، و علی آقا برادرم که واقعا برای من خوب خیلی زحمت کشیدن، و آقای خودنگاه فرماز خودنگاه که واقعا برای این رشته زحمت میکشن، و تقدیم میکنم این قهرمانی رو به برادرم علی آقا و مادرم که امیدوارم روحش شاد باشه. علی داداشی و علی یاوری واقعا کمک کردند و به نوعی میشه گفت شاید این مسابقات مدیون این دو عزیز باشه که خیلی خیلی کمک حال ما بودن. تشویقشون بکنید ما این دوتا دوست عزیزمون هم اینجا داشته باشیم. علی داداشی و علی یاوری که زحمت مدیریت بچه ها رو کشیدن. بله اینم یاد بودی هست که تقدیم میشه به انشالله که برنامه جذاب بوده باشه و عمری باشه و انشالله بتونیم در سالهای آینده هم خدمتگزار شما باشیم. کاری بود از گروه ورزش شبکه 3 سیما تقدیم همه شما شد. امیدوارم در پناه خداوند همیشه سربلند و پیروز و موفق باشید. شاد باشید، دیگران رو هم شاد کنید. خداوند یار و نگهدارش.